معوقات مزدی و حقوقهای پرداخت نشده یکی از معضلات جدی کارگران و کارمندان در ماهای منتهی به پایان سالند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در همین راستا گروهی از کارگران کارخانه کاغذ و خمیر دیوای شوشتر در اعتراض به بلاتکلیفی 10 روزه به دلیل تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود دست به تجمع و اعتراض زدند. رئیس پلیس اینترپل فراجا اعلام کرد متهم بودن خاوری برای دولت کانادا کاملا مسجل شده و دولت کانادا کاملا در جریان است که این متهم مرتکب جرم کلاهبرداری شده. اما نکته قابل توجه این است که خاوری پول بسیار زیادی را با خود به کانادا برده و کانادا نمیتواند از این موضوع چشم پوشی کند و پول و این متهم را به ایران بازگرداند. بنابر اعلام ارتش ایالات متحده، ناوشکن این کشور در پاسخ به درخواست کمک یک کشتی باری که هدف حمله موشکی در دریای سرخ قرار گرفته بود، 2 موشک بالستیک ضد کشتی پرتاب شده از یمن را سرنگون کرد. چمران، رئیس شورای شهر تهران، گفت آنچه در مورد اتوبوس‌های برقی، ونها و تاکسی‌ها مقرر شده این است که در داخل کشور تولید شود. قرارداد آن هم منعقد شده و کار آغاز شده. وی گفت فکر نمی‌کنم امسال چیزی تحویل داده شود و ما سال آینده صاحب اتوبوس‌های برقی خواهیم شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی از قصد این کشور مبنی بر پرتاب 3 ماهواره جاسوسی دیگر به فضا در سال 2024 خبر داد. این خبرگزاری پرتاب این ماهواره را یکی از سیاست‌های اصلی تعیین شده کره شمالی در جریان نشست پایان سال حزب حاکم این کشور خواند. عملیات تجاری دریایی بریتانیا از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در فاصله 55 مایلی دریای جنوب غربی بندر هدیده در یمن خبر داد. بنابراین گزارش، صدای انفجار مهیب شنیده شده و نوری برق‌آسا از سوی یک کشتی مشاهده شده است. ساکنان شهرهای ساحلی کالیفرنیا در غرب ایالات متحده با امواج بلند اقیانوس و احتمال وقوع سیل روبرو شدند. مقامات به مردم هشدار دادند از سواحل و جاده‌های ساحلی دوری کنند و دستور تخلیه در برخی نقاط را هم صادر کرده اند. یک عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران با اشاره به مشکلاتی که حوثی‌ها در دریای سرخ به وجود آوردند گفت هزینه و کرایه حمل دریایی تا 50% افزایش پیدا کرده است. شهرهای جهان خود را برای مراسم شب سال نو آماده می کنند. در آتن، پایتخت یونان، چیدمانی از چراغ‌های نورانی بیشترین جذابیت را برای شهروندان داشته. این چیدمان در یک مرکز فرهنگی قرار گرفته و همگان امیدوارند که سال جدید میلادی سالی با صلح و آرامش باشد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 121 قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی به احتمال زیاد شاخص ذرات معلق افزایش می‌یابد.